در ایران که بودیم یه مثال ساده بزنم. یکی از این مدیرای شبکه یه آدمی بود به نام پور محمدی. بنده هم هیچ ارتباطی با هیچ کدوم از این مدیران شبکه نداشتم، نه ارتباط خانوادگی داشتم نه ارتباط پنهانی داشتم. من یک افرادی بودم، تنها فرد بودم، چون سیاسی نبودم بر اساس هوشم در تلویزیون ایران کار میکردم. این مثال میزنم برای اینکه متوجه موضوع چیه. خب سازمان امنیتی ایران، وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه، حالا خیلی چیزهای دیگه هم که بودن، اینها میخواستن یک جوری چهره هایی که از یه حدی میگذره محبوبیتشون رو باید کنترل کنن دیگه، یعنی باید چند تاشون باشن. خب چهره های تلویزیونی به چند تقسیم میشن؟ اوکی، یا مهرن یا مال حزب. ببین، یا مال حزبی هن. پس اونی که تو تلویزیونه یا مال حزب چپه یا مؤتلف است یا راسته، یا مهره است یا بهش مهره تپوندن. یک گروهی از هنرمندا هستن که مستقلن، یعنی خوش واسه استعدادشون اومدن بالا، حالا اینا رو بعد کنترل کنن. با یک شوخی شروع میشه. یعنی یه دفعه ما توی ایران که بودیم، علامش این پور محمدی مدیر شبکه، تازه مدیر شبکه فکر کنم مثلا 4 5 ماه بود شده بود اینا، رفتار منم یک رفتار غیر قابل کنترلی بود دیگه. یعنی برخوردام خیلی بد بود، یعنی با همه آدما بد بودم، مثلا نه اینکه بد باهاشون باشم، شخصا مثلا اینجوری بود دیگه، مثلا یا حرف الکی میشدم ها جان اینجوری بود. ما تلفن زنگ زد، گوشی برش بودیم، بفهمید یه پور محمدی مدیر شبکه است. گفتم که بفهمید، گفتش که شما خوبین؟ گفتم خیلی ممنون. گفت شما تشریف بیارید پس فردا برنامه، نمیدونم حالا چه برنامه ویژه‌ای بود، حالا از این برنامه های مرگ بر آمریکایی بود، مثل 22 بهمنی بود یا چیزی، یادم نیست، نمیخوام دروغ بگم، یه برنامه‌ای که مثلا جنگ مثلا نمیدونم امام زمان مثلا، پس فردا شما تشریف بیارید. گفتم که پس فردا، من گفت حالا اونجا میبینیم صحبت بکنیم، خدافظی هم نکرد گوشی رو قطع کرد.